دومین روز از نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات داخلی زیر نام آلیست افغانیست از سوی ریاست صنعت و تجارت بدخشان در شهر فیض آباد مرکز این ولایت را اندازی گردیده که در آن بیشتر از 60 غرفه صنایع دستی و فراورده های بومی مردم بدخشان و ولایات همجوار به دید عموم گذاشته شده است. مسئولان ریاست صنعت و تجارت بدخشان هدف از راه اندازی این نمایشگاه را بازاریابی برای تولیدات داخلی به سطح ملی و خارج و حمایت از صنعتکاران می دانند. این نمایشگاه ملی به مدت 3 روز 18 الی 20 سال ادامه دارد و به ابتکار ریاست محترم صنعت و تجارت ولایت بدخشان و شرکت نمایشگاهی کاپیسای باستان با هماهنگی و همکاری دو اداره این نمایشگاه برگزار شده و خوشبختانه که صنعتکارا و تجارای ما از ولایت بدخشان و حتی از ولایت های همجوار در این نمایشگاه اشتراک کردند و فراورده ها و تولیدات داخلی افغانستان و صنایع دستی بدخشان و دیگر ولایات شامل افغانستان و نمایش گذاشتند. این نمایشگاه برای مدت 3 روز راه اندازی شده. برگزار کنندگان نمایشگاه میگویند در آن 60 تن از متشبثین فراورده های بومی و صنایع دستیشان را به نمایش گذاشتند. بیشتر از 60 صنعتکار ما اینجا آمدن، غرفه ها و میز عکس کردند و محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. در بخش های مختلف، بخش های تولیدی مواد شوینده، بخش های تولیدی قالین بافی، صنایع دستی، زرگری، حکاکی، پروسس مواد غذایی، قنادی، لباس دوزی و در بخش های مختلف. شماری از صنعتکارانی که در این نمایشگاه شرکت کردند از مردم میخواهند تا از تولیدات داخلی استفاده کنند. این رقم یک نمایشگاه را به خاطر تشویق ما و به خاطر معرفت ما اینجا را انداختن. این نهایت درجه یک اقدام نیک است و این را ما خالی نیک میخوانم. انشاءالله در راستای رشد صنعت دستی و در راستای تشویق مردم به کار و به فعالیت های تولیدات مدنی و صنایع دستی. پیام ما را مردم است مردم از چیزهای وطنی استفاده میکنند، چیزهای طبیعی از خودش خالص پشم گوسفند است، قدر قیمت هم بسیار مناسب است. از چیزی برای صحت انسان هم فایده دارد، طبیعی است. در 2 روز گذشته فروشات این صنعتکاران در این نمایشگاه خوب بوده است.